تلاش نافرجام امام زمان برای مدیریت جهان. بعضیا ظاهر دشمن رو میبینن، باطنش رو نمیبینن یا توجه نمیکنن. همینایی که اومدن عراق رو اشغال کردن، درست ظاهرش اینه که اومدن نفت رو ببرن، منطقه رو بچاپن، میری یه لایه پشتش میبینی اینا تحلیل دارن، مطلع شدن که بناست در این منطقه یه اتفاقی بیفته، یک دست الهی بیرون بیاد و ریشه ظلم رو از جهان بکند. تو خودشون این حرفا رو دارن میزنن، اونا اینقدر توجه دارن به قضیه. بعضی خیال میکنن امام در دوران غیبت رفته یه جای مشغول زندگی خودشه، کاری به کار عالم نداره. چون کاری به کار عالم نداشت، وجودی باقی نمیموند، همه هستی به هم میریخت. امام مدیریت میکند جهان. آنچه ایشان در این بخش میگوید صرفاً یک دیدگاه شخصی یا یک اشتباه لفظی نیست، بلکه متاسفانه عقیده تمام شیعیان قالی و رافضی اثناعشری همین است، در حالی که چنین عقیده‌ای 100% با توحید خالص و قرآن کریم در مخالفت و تناقض آشکار است. به سخن ایشان توجه فرمایید. بعضی‌ها ظاهر دشمن می‌بینن، باطنش رو نمی‌بینن یا توجه نمی‌کنن. همینایی که اومدن عراق رو اشغال کردن، درست ظاهرش اینه که اومدن نفت رو ببرن، منطقه رو بچاپن، میری یه لایه پشتش میبینی اینا تحلیل دارن، مطلع شدن که بناست در این منطقه یه اتفاقی بیفته، یک دست الهی بیرون بیاد و ریشه ظلم رو از جهان بکند. تو خودشون این حرفا رو دارن میزنن، اونا اینقدر توجه دارن به قضیه. بعضی خیال میکنن امام در دوران غیبت رفته یه جای مشغول زندگی خودشه، کاری به کار عالم نداره. چون اگه کاری به کار عالم نداشت، وجودی باقی نمیموند، همه هستی به هم میریخت. امام مدیریت میکند جهان. این موجود خیالی که حتی طبق خود روایات شیعه هم متولد نشده، اصول کافی جلد 1 صفحه 503، و بر فرض ثبوت ولادتش، او که بیش از 1200 سال است مظلومانه در زندان و تبعید به سر می برد و مشکل خودش را نمی تواند حل کند و زندگی خودش را نمی تواند مدیریت کند، چگونه جهان را مدیریت می کند؟ و اگر واقعا به عقیده شما بقای عالم هستی ثمره توجه این امام زمان خیالی، پس نعوذ بالله کار الله چیست؟ خداوند متعال چه کاری برایش باقی مانده؟ این که از خصوصی ترین صفات الله متعال است. کدام انسان عاقل است نداند که فقط الله حی و قیوم، یعنی ذات همیشه زنده و نگهدارنده است که کائنات و هستی را حفظ می کند، چنان که خود می فرماید: ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا. یقینا فقط الله است که آسمان ها و زمین را از زوال و نابودی حفظ می کند، و اگر آسمان و زمین دچار زوال و انحراف شوند، به جز ذات توانای او هیچ کس نمی تواند آنها را نگه دارد. بیگمان الله بردبار و آمرزنده است. آه 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 آه